به دوره آموزش کاربردی نرم افزار پابلیشر 2016 خوش اومدید. توی این آموزش سعی می‌کنیم سریع‌ترین راهها و کوتاه‌ترین راه‌ها رو بهتون نشون بدیم. برای اینکه بخوایم با این نرم افزار آشنا بشیم، اول با فضای اون باید آشنا بشیم. پس برای این کار نرم افزار پابلیشر رو باز میکنم. نرم افزار پابلیشر چون یه نرم افزار از های نرم افزار آفیسه، پس صفحه نمایشی که بهتون نشون میده کاملا مشابه با بقیه نرم افزارهای آفیسه. اگر تا با ورد، اکسل، پاورپوینت یا بقیه نرم افزارهای آفیس کار کرده باشین، پس به راحتی میتونید با این نرم افزارم کار کنید. برای اینکه بخوام فضا رو بهتون نشون بدم، اول بعد یه صفحه خالی باز کنم. تو این قسمت همینجور که میبینید یه سری قالب‌های آماده وجود داره. در ادامه به تک تک اینا میپردازیم. خب یه صفحه خالی ایجاد میکنم برای این کار روی بلنک کلیک میکنم. همونطور که می‌بینید حالا وارد فضای اصلی نرم‌افزار پابلیشر شدم. توی نرم‌افزار پابلیشر مثل بقیه نرم‌افزارهای زیر مجموعه آفیس یه سری سربرگ وجود داره. این سربرگا هر کدوم یه سری امکانات رو در اختیارتون قرار میدن که شما میتونید به راحتی باهاشون کار کنید و یه طرح ایده‌آل رو بسازید. خب برای که بخوایم باهاش آشنا بشیم از سربرگ اول شروع می‌کنیم. سربرگ اول یعنی سربرگ فایل. روش کلیک می‌کنم. فضایی که بهم به نشون داده میشه یه پنل سمت چپ داره. توی این پنل سمت چپ یه سری گزینه ها وجود داره مثل اینفو، نیو، Open, سیف، save, save as, Print, شیر، اکسپورت و Close. تو طول آموزش به همه اینها میپردازیم و به صورت کامل همه رو بررسی میکنیم. خب برمیگردم به صفحه اصلی. سربرگ بعدی سربرگ همه. شما توی این سربرگ میتونید یه سری امکانات اولیه داشته باشین. مثل کپی پیس کردن، کات کردن، و یا حتی فونت ها رو ویرایش کنید و تنظیم کنید و پاراگراف ها رو مرتب کنید. یه سری الگوها و اشکال رو بهشون بدید و یه سری شی ها رو ایجاد کنید. میریم سراغ سربرگ بعدی. سربرگ بعدی سربرگ اینزرت. شما توی این سربرگ میتونید صفحات رو اضافه کنید توی بخش پیج یا میتونید جدول ها رو اضافه کنید توی بخش تیبلز. و همین ترتیب میتونید تصاویر رو اضافه کنید یا اشیا رو اضافه کنید. و در نهایت حتی میتونید اطلاعات تجاری یا حتی یه فایل رو اضافه کنید. و در قسمت آخر شما میتونید برای صفحاتتون سربرگ یا پاورقی طراحی کنید یا براشون شماره صفحه ایجاد کنید. تو این قسمت شما میتونید بهش یه لینک بدید تا به صفحات دیگه اینترنتی باز بشه. میریم سراغ سربرگ بعدی. سربرگ بعدی سربرگ پیج دیزانه. توی این سربرگ شما میتونید به آراییتون بپردازید. میتونید قالب آمادتون رو تغییر بدید. فاصله طرحتون رو با گوشه های قالبتون تنظیم کنید و سایز صفحتون رو تنظیم کنید و همینطور میتونید رنگ بنده صفحتون رو هم تغییر بدید و بگراندش رو تغییر بدید. میریم سراغ سربرگ بعدی. سربرگ بعدی سربرگ میلینگه. توی این سربرگ شما میتونید از نامه استفاده کنید. و سربرگ بعدی سربرگ بعدی سربرگ ریویو شما توی این سربرگ میتونید جستجو داشته باشید یا حتی زبانی که میخواین رو استفاده کنید سربرگ بعدی سربرگ ویو توی سربرگ ویو شما میتونی شکل رو که میخواید از طرحتون در حال حاضر ببینید رو بررسی کنید میتونید رو به صورت یه صفحه داشته باشید یا دو تا صفحه کنار هم دیگه میتونید بزرگ نمایش رو تنظیم کنید یا اون رو به صورت صفحه کامل ببینیدش. میتونید راهنمای نمای سفر رو ببینید و بقیه ای چیزهایی که میتونید توی این قسمت داشته باشید. توی قسمت پایین صفحه نوار رادیویی قرار داره. توی نوار رادیو شما میتونید با کشیدن این نوار رادیویی به عقب و جلو میزان بزرگ نمایه تون رو تنظیم کنید. تو این قسمت با یه سری مقدمات از نرم افزار پابلیش راشنا شدیم و فهمیدیم که فضای اون چه کارایی داره. توی قسمت های بعدی میخوایم روی قالب های آماده و تغییرات اون کار کنیم.